در جدول ردمندی فوتبال کشور بهتر بکنه. محمد ناصر شکرون یک ضربه هم میزنه، اونجا همچنان سید مهدی رحمتی به دنبال توپ هست. یک فرصت خوب، چه موقعیتی رو از دست دادن بازیکنان برق شیراز. هانی هاشمی، ارسال بلند او به زمین مس، توپ به شکرون میرسه، خود او یک پاس بسیار خوب برای شهرام گودرزی و این ضربه. عکس العمل بسیار زیبای مهدی رحمتی، توپ دفع میشه و به کورنر میره. فرزاد حسین خانی، خدابنده، خود او دو بازیکن رو از پیش رو بر میداره، پشت محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان صنعت مصر. خدابنده هنوز هم فرصت داره و حالا به جلال امیدیان پاس میده. این ضربه امیدیان در برگشت، کورنری که مهداد کریمیان به روی دروازه سید مهدی رحمتی لحظاتی دیگر ارسال میکنه. این کار رو در این لحظه انجام میده. پشت محوطه جریمه فرصت هست، ضربه ای که شکرون میزنه، اون طرف رسیده به شکرون و توی دروازه، توی دروازه، گلی که محمد ناصر شکرون به ثمر میرسونه. از سمت راست حرکت خودشون رو با احتشام ساسانی پی میگیرن برای شهرام گودرزی، کریمیان، مهدی کریمه و حالا فرصتی که دوباره اتفاق میفته و یک فوق واکنش رو شاهد بودیم از سید مهدی رحمتی. هوادارانی که به ورزشگاه شهید سلیم کیای شهر کرمان در یک روز تعطیل اومدن تا که شاهد برد تیمشون باشن، شاید بتونه تا حدودی شکست هفته گذشته تیم فوتبال صنعت مصر کرمان، البته بهتره بگیم که دو هفته گذشته که در مقابل شیرین فراز در شهر بم به ثمر رسید. اجازه بدید ببینیم این صحنه رو. شهرام گودرزی خیلی راحت کار میکنه و اونقدر راحت که مهداد کریمیان از راه میرسه و به این زیبایی دروازه سید مهدی رحمتی رو فرو میریزه. فوق‌العاده بد کار میکنه خط دفاعی صنعت مصر کرمان در این دیدار و نیمکت نشینان برق شیراز رو اگه ببینید میبینید چه همبستگی و خب خودش رو هم شوت میکنه. احتشام ساسانی بهش اضافه میشه، در کنارش مهدی کریمیان هم هست، چپای تکنیکی مثل کرمان به هر شکل توپ رو عبور میده. خلیلی و ضربه که میزنه مهار میکنه مارتین راول. رجبی، رسولی در محوطه جریمه برق شیراز، خود رسولی ضربه رو هم میزنه و بالاخره تو اون شلوغی توپ رو درون دروازه قرار میده. محسن رسولی، بازیکنی که برای لحظاتی پیش برای صنعت مصر کرمان به بازی اومد، حالا گل اول تیمش رو به ثمر میرسونه. جلال امیدیان برای سکوفانا، باز هم یک پاس اشتباه، اونجا شهرام گودرزی صاحب توپ میشه، ارسال به محوطه جریمه و در کنج دروازه قرار میگیره. در واقع این شوت نبود، یک ارسال بود که در درون دروازه یه تیم مصر قرار میگیره از بالای دستان مهدی رحمتی. این دروازه بان در ناباوری هرچه تمامتر تیم مصر گل سوم را هم دریافت میکنه. مهدی شیری، بازیکنی که چند دقیقه ایست وارد بازی شده، این صحنه رو ملاحظه بکنید. علی مولایی پشت توپ قرار گرفته، یک فرصت خوب، اونجا ضربه سر رو خلیلی میزنه و در ادامه این پائولو بود که به راحتی فرصت رو از دست داد و نتونست ضربه سر رو بزنه. این بازیکن